اثر بزرگی رو پشت سر گذاشتی. از این به بعد باید بیشتر مراقب باشی. شنیدی کوزه؟ باید روک بهت بگم، اگه مواظب نباشی با شرایط بدتری مواجه میشی. خدا نکنه. اینم بدون همیشه شانس نمیاری. آدم وقتی مریضه مگه خودشو اینطوری داغون میکنه؟ مادرم همه چیزو گفته، مگه نه؟ بل اینکه کمکت کنم ازش پرسیدم. واقعا از خودت مراقبت نکردی. از این به بعد الکل ممنوع. برنامه رژیمی هم که بهت میدم باید حتما رعایت بکنی. دعوا کردنم ممنوع. بازم بگم یه کافیه؟ ها بگین آقای دکتر، بگین. از خودت محافظت کن و از موقعیت های خطرناک هم دور باش. دعوا یه طرف، بوکس هم بازی میکنه، بوکس. وقتی مدرسه هم میرفتم همینجوری به معلمم شکایت میکرد. وضعیت شوخی بردار نیست. فرض کن تو وجودت یه بمب حمل میکنی، اگه دقت نکنی ممکنه اون بمب منفجر بشه. باشه، نگران نباشین. شرایطت بحرانیه پسرم، هیچ وقت تو زندگیت نباید این واقعیت رو فراموش کنی. نمیشه فراموششم کرد. فامیلی کوزه چیه؟ تکینوغلو. کوزه تکینوغلو تو کدوم اتاقه؟ امروز صبح آوردنش اورژانس. حالت خوبه؟ آره. کمک نمیخوای؟ چرا میخوام؟ میای سرپام بگیری؟ معلومه حالش خیلی خوبه. از ظهر به این ور حالش خیلی بهتر شده، خدا رو شکر. پسر تو توالتم راحتم نمیذاری؟ یه مدت همینجوری ازیه سخت نشه. شلوغش نکن بابا. مواظب باش پسرم. مامان جونم پسرم، خیلی خسته شدی، برو خونه استراحت کن. تنهاد نمیذارم بابا، لطفا برین. نیازی نیست همتون اینجا بمونین، من خوبم. آره بابا، شما با مامان برین، من پیشش هستم. تو مگه فردا امتحان نداری؟ نه مامان جون. چطوری داداش؟ خوش اومدین. فدات بشم. چطوری عزیزم؟ راستش مثل یه بمبم، دکتر میگه. خدا بد نده. خیلی خوشبختم. ببخشید زودتر نتونستم بیام، امروز ارجان نبود، دست تنها موندم. به منم مرخصی ندادن، تمام روز همش فکرم اینجا بود. چطوری داداش کنه؟ معرفی نکردم، من سیمای هستم، خاله همدان هستم. خیلی خوشبختم، خوش اومدید. سلام، خدا بد نده بهتون. ممنون. بفرمایید اینجا بشینید. لطفا راحت باشین، من همینجا پیش کوزه میشینم. هممونو خیلی ناراحت کرد، حالا من یکم اذیتش میکنم. خب چه خبر؟ آی ننه جون، چه خبر؟ راحت اینجا رو پیدا کردی؟ ای وای، اصلا کجاست؟ ایول داری داداشی؟ همه رو دور خودش جمع کرده ناز میکنه برامون. ماشاءالله دوست دخترت خیلی خوشگله علی. آره خب، ولی سیمای دوست دختر کوزه. معذرت میخوام، من نمیدونستم. مامان اینا داشتن میرفتن، بهتره که من برم برسونمشون. بابا حتما خسته شدین، شما برین، هر کاری باشه ما تا آخر شب اینجایی. بریم. باشه، صبر کنین یه لحظه. خوش اومدین. ممنونم عزیزم. این چه قیافه‌ایه؟ چی شده؟
نامزد کردیم. چی؟ شرکت های سینای رو کارخونه کاتمان اغلو انگشتر عروسی رو دستشون کردن. تحت پروتکل امضا کردیم. هم تولید سرامیک هم بازاریابی، دیگه از رقابت دست کشیدیم. به جای این که هر کدوممون تو بازار اروپا مجادله کنیم و شیرینی قراردادمون رو با شرکت خارجی قسمت کنیم، دست به دست هم میدیم و به عنوان یک شرکت بزرگ جلوشون در میاییم. یعنی میگین این تصمیم درستیه؟ حتما درسته. خیلی وقته که برای این موضوع وقت گذاشتیم. بررسی‌های لازم همه انجام شده و نشون میده که این کار 100% به نفع سینانر تموم میشه. البته کاتمان اغلوها بیشتر استقبال کردن. پسر پدرش رو قانع کرد. بچه باهوشیه. میدونه که برای هر دو طرف این بهترین فرصت ممکنه. مبارک باشه. فردا دور هم جمع میشیم و یه جشن خودمونی میگیریم. تو مراسم نامزدی باریش هم رسمن این موضوع رو اعلام میکنم. من خواستم میرم استراحت کنم. تمام روز به تلفن ونوس جواب ندادی، نگرانت شده، بهش یه زنگ بزن. الان حوصله ندارم با کسی حرف بزنم. از این قضیه اصلا خوشش نیومده. هنوز اولشه، یکم گارد گرفته، کم کم متوجه میشه که سود اصلی رو اون میبره. خودت حالا میبینی. برم بهش یه سر بزنم. بانو برو راحتم بذار. اصلا نمیشه. مهمترین بخش سرمایه‌مون رو دو دستی تقدیم کاتمان اغلوها کردیم. بعدش هم داریم به این افتخار میکنیم. خیلی جالبه. بابا خوب میدونه چی کار میکنه. انتظار نداشتم ازم حمایت کنی. میدونم برای پروژه سرامیک خیلی زحمت کشیدی، برای همینم ناراحتی، میفهمم. ولی خب بس دیگه، تو هیچی نمیفهمی. به من چه؟ چرا از من ناراحتی؟ مگه من به بابا گفتم با کاتمان اغلوها شریک بشه؟ گونه جونت گفت، اون رو بابا کار کرد. تو تمام بازارهایی که به صورت دوره‌ای تقاضا کم میشه، کسایی که با هم متحد نباشن به شکست محکوم میشن. دقیقا با این حرفا مخشو شستشو داده. در واقع مقصر اون نیست، مقصر اونیه که بهش اجازه نظر دادن داده. ولی حرفاش همیشه درستن. چون تو ازش بدت میاد اینجوری میگی. حالم به هم میخوره از این که همش بهش حق میدی. اون کیته هان؟ کیته؟ هر لحظه ای که بابا میگذرونه به نفع خودش استفاده میکنه. فرصت طلب. آروم باش. داره برای آیندهش سرمایه گذاری میکنه. اینو نه تو میبینی نه اون بابا. بی‌انصافی نکن، این کار به اون ربطی نداره. هر چیزی که به تو مربوطه به اونم مربوطه، همه چی. از این حرفت خوشحال شده. بانو بس دیگه، میشه لطفاً تنهام بذاری؟ لطفاً ازت خواهش میکنم تنهام بذار. خواهش کردم بانو، لطفاً. خیلی خوب. علی جان تنهاش نذاری یا؟ نگران نباش. چش از روش بر ندار، مثل صبح دوباره میافتیم تو دردسر. باشه، من بابا اینا رو میرسونم دوباره برمیگردم. برای چی میای؟ خب من اینجام دیگه، کوزیم نبینتت بهتره. حواست بهش باشه. برو داداش برو، نگران هیچی هم نباش. خیلی خب، مراقب خودت باش. باشه گنه. امانت کوزی دست منه، گذاشتمش خونه. 20,000 لیره رو که نمیتونم با خودم بیارم اینجا. میتونم 20,000 تا؟ یکم دیگه بخواب پسرم، ایشالله خدا سلامتی تو برمیگردونه. نگران نباشید، من ازش مراقبت میکنم. من دارم میرم، بیاین دیگه. باشه اومدم. خب دیگه، اول خدا بعدشم به تو سپردمش. برو خیالت راحت باشه خاله. ای
این دختره کیه؟ از کجا گیرش آورده؟ من نمیدونم. لااقل یکی بهترش رو پیدا میکرد. اصلا به دل آدم نمیشنه. شما برین، من میخوام قدم بزنم. سامی کجا میخوای قدم بزنی؟ بریم خونه، میری کنار ساحل قدم میزنی. برو سوار شو زن. سامی کجا؟ گونه جلوشو بگیر پسرم. میخواد یکم تنها باشه. بازم میخواد بره سراغ اون یارو، خودشو تو دردسر نندازه. یارو فرار کرده رفته، به این راحتی هم پیداش نمیشه. مغازش هم بسته بود. ای خدا. الو. وقت بخیر. سلام. چند بار زنگ زدم جواب ندادی که هیچ، نخواستی یه زنگم بزنی. فرصت نشد. نگران کوزی بودم، به خاطر اون پشت سر هم زنگ زدم. حالش چطوره؟ خوبه، بد نیست. اگه هنوز تو بیمارستان، فردا بهش یه سر بزنم. اونجا نیستیم، رفتیم یه بیمارستان دیگه. چرا؟ مجبور بودیم. الان کدوم بیمارستانه؟ فهمیدم، بیشتر از این مزاحم نمیشم. به همه سلام برسون. باشه. راستی تبریک میگم، با آژانس تبلیغاتی قرارداد بستی. از کجا فهمیدی؟ چقدر احمقم، میدونم از دوستت چنیدی. دوستم کیه؟ عصبانیم نکن. معذرت میخوام، باید میگفتم بانو خانوم. جمله بس کن اصلا. حالا حوصله هیچی ندارم. اصلا وقتو از دست ندادی، صمیمی تر شدین. چی داری میگی تو؟ جمره دخترم، این کرم معجزه میکنه. برای اینکه با بانو باشی این شرایطو بهونه کردی، برای اینکه بتونی راحت تر باهاش باشی از من جدا شدی. من از تو جدا نشدم، خواستم یه مدت از هم دیگه دور باشیم. از یه طرف هم منو میخوای تو آب نمک نگه داری. مثل همیشه بازم منو نمیفهمی. ببخشید من خنگم، مثل بانو زود همه چیو متوجه نمیشم. تو بانو رو بهونه میکنی، در واقع خودت میخوای جدا بشیم. چرند نگو. تو بلند شدی بودو بودو رفتی بازیگر شدی. هر طور که دوست داری فکر کن. یعنی اینقدر منتظر فرصت بودی؟ آره منتظر بودم. با این که میدونستی من دوستت دارم؟ دیگه قطع میکنم گنه، پشیمونم کردی از زنگ زدن. شب بخیر. این کرمه خیلی عالیه. ببین صورتم چقدر فرق کرد. وای ازت خیلی ممنونم جمره، ارزششو داشت. باز چت شده؟ خودتو به اون را نزن، خودت چنیدی چی شد. نمیخوام چیزی بگم که بیشتر ناراحت شی دخترم، ولی دیگه بسه، دیگه به خاطر اون انقدر خودتو ناراحت نکن. ای بابا، ببین همیشه یه جوری میخواد تو رو محدود کنه، میدونه که چطوری ناراحتت کنه. همیشه بهت گفتم ولی حرفمو گوش نکردی. بالاخره باید چهره واقعیشو میدیدی که بفهمی چه جور آدمیه. کسی که با داداشش این کارو کرده فکر میکنه خیرش به تو برسه؟ تو این مدت هم سبک سنگین میکرده که آخرم انتخابشو کرد. ول کن دیگه، فکرش هم نکن، مسئله رو کش نده، به خودت فکر کن. آینده روشنی داری، خیلی درخشان. تو فردا پس فردا مشهور میشی. اون چی؟ اون یه بیچاره ایه که تو زمین گلف باید واسه دختر مایه دار توپ جمع کنه. بوی خوبی آره. داره. پول خوب، جنس خوب. تا بال همچین کرمی استفاده نکرده بودم. اون عطرای کوچولوی اشانتیونی رو کجا گذاشتی؟ زود باش برام بیار. گذاشتمشون تو کیفم. بیارشون، میخوام بو کنم ببینم چطورن. تو هم بعدن از این بزن. باشه. چی شد پیداش نمی کنی؟ کوچولو ان رفتن تای کیفم. کیفتم که ماشاءالله این زنبیل میمونه. بریز اینجا ببینم. این چیه؟ جا دستمالیه. از رستورانی که امروز رفته بودیم برداشتم برای یادگاری. چشمم روشن. شمارم داره. نقره واقعیه. وای. خوبه که موقع برداشتن کسی ندیده. مگه میشه گفت به عنوان یادگاری برش میدارم؟ خدای نکرده فکر میکنن تو دزدی. دیگه از این کارا نکنی یا هرگز. باشه. عالیه.
این دیگه چه صداییه؟ بابا کار ما یه جوریه که به جای اینکه صبح خروسا ما رو بیدار کنن، ما اونا رو بیدار میکنیم. داداش برو خونت بگیر بخواب. علی، سیمای، تو هم برو، اینجوری معذب میشم. نه بابا، ما بریم که تو هم زود در بریاره. خیال کردی؟ سیمای هست دیگه، تو برو. از چشات داره خواب میریزه، تا 2 دقیقه دیگه خوابت میگیره، باید صدای خورخورت رو تحمل کنم. چی؟ من؟ خوابم نمیاد. باشه برو داداش ببینم. باشه. یه چیزی میخواستم بهت بگم. بگو. اولش کن بعدم میگم. انگار محرمانه است. نه ولی باشه، بعدم بهش میگم. نه همین الان بگو. باشه من میرم یه چایی برای خودم بگیرم. چه دختر فهمیده ایه؟ بگو دیگه. خب دست من یه امانتی داری داداش، در واقع یکی نه 20,000 تا. یعنی چی پسر؟ 20,000 تا، 20,000 لیره مامانت امانت بهم داده. از کجا این همه پولو پیدا کرده؟ پس انداز کرده. ای بابا، برای اینکه سرمایه داشته باشی و بتونی یه کار جدید رو شروع کنی. میدونست تو قبول نمی کنی، خواست که من وساطت. قبول نمی کنم. ای بابا بگیرش دیگه. از کسی یه قرونم نمیخوام. باز خول شدی؟ یه قرون نیستش که، 20,000 لیره است. بگیر بذار تو جیبت، برای شروع کارم کافیه. به عنوان قرض قبولش کن، بعدم پس میدی. نمیخوام علی. دیگه داری اعصابمو خورد میکنی. الان وقت مسخره بازی نیستش، پول دست منه، جاشم امنه. گفتم که با خبر باشی، فقط همین. مامانمو باش. از آدم خصیصی مثل سامی چطور اون همه پول مخفی کرده؟ اگه با مام بشنوه حتما سکته میکنه. پسرت نمیتونه یه جو بند بشه. اگه به حرفم گوش میکرد حد اکثر 6 ماه حبس میکشید و آزاد میشد. میدونم. وقتی به هر بهونه‌ای درد سر میسازه محکومیتش هم طولانی تر میشه. همین. من اونو از هر برای دورش کردم ولی نمیتونم جلی رفتارشو بگیرم. بعد این همه اتفاق عاقل شده. برای اینکه بیشتر از این مجازات نشه این جریان آخر به کسی نگفته. دروغکی گفته پام سر خورد و افتادم رو تیک شیشه. کسی که زخمیش کرده چی؟ زیاد این تو موندگاره، به کسی هم چیزی نگفتیم. کوزه هم اول رفت بیمارستان، بعدش هم یه بخش دیگه. پروندهش فعلا مختوم است. مقصرم که کوزه شد. پس دیگه باید ساکت باشه و بشینه سر جاش. اینطوری واسه همه بهتره. خیابون تعمیرگاه. تو هم خوابت نمیبره؟ نه میخوابم، اومدم آب بخورم. ساعت 3 شد، هنوز از بابات خبری نشده. خیلی نگرانم پسرم، کجا میتونه رفته باشه؟ نگران نباش، میاد. میترسم خودشو تو درد سر بندازه. مامان یه چیزی میخوام بگم. پولی که من به تو دادم و دادی به کوزه؟ گفتم از من قبول نمی کنه. دادم به علی، اون بده. یادم رفت بهت بگم من 8,000 لیرشو نگه داشتم.
چرا همچین کاری کردی؟ من گفتم کلشو بده. اگه تموم پولو به اون بدی اون وقت تو چی پسرم؟ یا اگه به چیزی نیاز داشتی از کی میگیری؟ خب دست منه، اگه احتیاج داشتی ازم میگیری. من حواسم به خودم هست، خواستم که نیاز کوزهی برطرف بشه. پسرم چه 20,000 چه 28,000 تا فرقی نداره، کوزهی هر چی دستش بیفته رو همه رو به باد میده. گفتم لااقل یکمشو نگه دارم. سامی؟ چیه؟ خدا رو شکر. خیلی خوب دیگه، شب بخیر. خیلی خوب، تو برو، شب بخیر. کجا بودی؟ خیلی نگران شدم. قدم میزدم. تا الان؟ خب کجا؟ خیلی نگرانت شدم من. نشو، مگه من بچه‌ام؟ هی، دستات چی شده؟ چیزی نشده. دستات سوخته؟ نه، چیزی نیست. بیدارت کردم. چیزی میل داری؟ برات آب بیارم؟ بیا پیشم ببینم. گوگولی جا میشیم، بیا. کوزه تو دیوونه ای به خدا. خودم هم میدونم، بیا دیگه. مراقب باش. به بیمار اتاق 204 دوبار سر زدم، تزریقش هم انجام شد. استانبول شاهد صحنه خطرناکی بود. بیمار اتاق 210 فشارش بالا بود، زیر زبونی دادیم، مراقبش هستیم. نامعلوم در آتش سوخت، در حالی که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن حریق تلاش می‌کردند. مسئولین علت این خرابکاری در وقوع آتش سوزی را بیان نکردند. و حال توجه شما بینندگان عزیز را به اخبار خارجی جلب می‌کنم. از ایران، شهر مد و لباس در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در شو لباسی که با شرکت بهترین مانکن‌های اسپورت در میدان داره برگزار میشه. کارتون که تموم شد، شیشه‌ها رو پاک کنی. چند روز تمیز نشده. من دیروز شیشه‌ها رو پاک کردم. امروز هم پاک کن. چشم استاد. صبح بخیر. شما فقط بهم گفتین که بوکس نکنم، برای همین منم بهش گفتم بیاد پیشم. اینجا اتاق خواب نیست، بیمارستانه. میدونم، ولی انقدر راحته که راستش فکر کردم اینجا خونم. ما هم تو تخت خوابمونی. کوسی. واقعا که خیلی پر روی. بریم. پشو، برو پایین. پشو پشو، الان من از بیمارستان بیرون. تقصیر خودت بود، آبرومون رفت. برو دیگه. آخ، یواشتر. چقدر خوشگل شدی عزیزم. ممنون. صبر کن یکم دیگه تافت بزنم باد خرابش نکنه. امروز فقط لباس انتخاب میکنن، فیلم برداری که نیست. آره فکر میکنم شاید لباسایی که انتخاب میکنین بعدن بهت بدن. ها، مال تو میشن. نمیدونم. حواست باشه که چیزای خوبی انتخاب کنی، شاید بعدن به خودت بدنش، لباسی که بتونی همه جا بپوشی. اونا لباسا رو انتخاب میکنن مامان جان.
اما بالاخره اونی رو که بهت میاد تنت میکنن. ای بابا، کاش که امروز عروس نداشتم، منم باهات میومدم. خیلی خوب، خداحافظ. زود باش دخترم، دنیای جدید منتظرته. مامان جونم، به سلامت. خداحافظ. آی داشت یادم میرفت، یه دقیقه صبر کن. بگیر این پول تاکسیه، برای دفعه بعدم نگی ساعت چند بیاما، بگو ساعت چند دنبالم میان، بیان تو رو از خونه ببرن. دستوری نگی، خیلی مؤدبانه خواهش کن. باشه. برو دیگه عزیزم، خدا پشت و پناهت. برو عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر حسین آقا، خیر باشه سر صبح. دیروز نبودین، نتونستم عکس‌ها رو بهتون بدم. آمادن. کدوم عکس‌ها؟ عکسایی که دخترتون تو بله برون گرفتن. بدینشون به من. بفرمایید. هرچند دیگه نامزدیشون به هم خورده. مامان. یعنی واقعا به هم خورد؟ ما اینطوری خواستیم. ای بابا، ناراحت شدم. والا من که اصلا ناراحت نشدم. میخواستم ببینمش. چیو میخواستی ببینی مامان؟ بعدم بهت زنگ میزنم. روز بخیر. متشکرم. قراره تو فیلم تبلیغاتی بازی کنه، میره پروه لباس. ببخشی، نمیدونستم جمره خانم ناراحت میشن. اگه من نمیگفتم خب از کجا باید میدونستین؟ پول عکس‌ها چقدر میشه؟ قابل نداره. مگه میشه آقا؟ لطفاً بگین پول عکس‌ها چقدر میشه. آخه دلم میخواست به عنوان هدیه بدم جمره خانم. دیگه شرایط عوض شده، باید پولو پرداخت کنم. چون شرایط عوض شده نباید پرداخت کنین دیگه. ای خدا، چی شد؟ چرا به هم خورد؟ فضولی نباشه، آخه خیلی به هم میومدن. البته هرچی قسمت باشه. الان با آقا سامینا قهری؟ چرا باید قهر باشیم آقا؟ مثل هر آدم دیگه با هم سلام علیک و احوال پرسی داریم. من عاشق همین اخلاقتونم گلتن خانم. از خانمی مثل شما همینم انتظار میره. ازتون ممنونم، روزتون بخیر. روز شما هم بخیر باشه، ایشالا که موفق باشه. خدا. جلب. خیلی خوب دیگه بچه من رفتم. چیزی میخوایی من اومدم عصر با خودم بیارم؟ صبر کن من جواب میدم. بده به من. گونه یه. بگو داداش جون، جایی نرفتم، بگو. کوزی، بابا محله کار فرهاد آتیش زده. چی؟ به خدا راست میگم کوزی، همین الان تو اخبار شنیدم. نشونی که دیروز به ام دادی همونجا رو میگم. اون این کارو نکرده. رو دستش هم اثر سوختگی هست، مطمئنم کار خودشه. ای خدا. از بیمارستان که اومدیم گفت میخواد قدم بزنه. بعدم که خیلی دیر اومد خونه، دلیل سوختگی دستش هم نگفت. وقتی تو تلویزیون اخبار میگفتن از قیافش فهمیدم. اونم فهمید که دوزاریم افتاده. چی شده؟ نمیشه ازش پرسید. به خودم رفته. چرا میخندی خب؟ آخه خنده داره. نخندم؟ تو رو خدا از تخت پایین نیا، دوباره احمق بازی در نیار. باشه پسر، این یاری یه وقت کار دست بابا نده. یه دقیقه سیمای، اون کنترل رو بده لطفا. خب من دیگه رفتم، عصر میبینمت. میرم خونه لباسامو عوض میکنم بعد میام. امیدوارم دکتر رو نبینم. الو. خب بگو چی میگفتی؟ داشتم میگفتم میترسم یارو بفهمه کار ماست. البته که فهمیده. شرایط الان یک مساویه. اینو باش، اون یارو کوتا نمیاد، مطمئن نمیره شکایت میکنه. امروز مگه ما رو نکشوندن کلانتری؟ فرهاد حرفی نمیزنه. از کجا میدونی؟ چون که در شأنش نیست. دشمن خاصی داری؟ نه.
خب پس نظرتون در مورد این اتفاق چیه؟ یه حادثه بوده. ولی بنزین ریختن و آتیش زدن. اشتباه شده. کسی با ما همچی کاری نمی‌کنه. چون که دلیلی نداره. مطمئنم. مگه من بعد از جریانی که به سرم اومد لش دادم؟ اونم چیزی نمیگه. من مطمئنم. از این به بعد دیگه جفتمون به هم بدهکاریم. هر جا میره تعقیبش کنین. حواستون بهش باشه که کجا میره. اطرافیانش هم همینطور. بالاخره به هم میرسیم. نگران نباش پسر، مثل فیلمای مافیایی داری صحبت میکنی. تو اصلا خودت هم میدونی داری چی میگی؟ تو نگران نباش، من خودم میدونم. کارام که تموم شد میام پیشت. خداحافظ. صبح بخیر. صبح بخیر. چی کار میکنی؟ هیچی، میخوام برم نیشانتاشی. میرم که به کشتی برسم. بیا بالا، میرسونمت. نه، مسیرتو عوض نکن، مرسی. منم همون ورا میرم. بیا. میری آژانس؟ نه، با یکی از مسئولای آژانس قرار دارم. برای فیلم برداری باید لباس انتخاب کنن. آها، گرفتم. کوزه چطوره؟ 10 روز دیگه باید اونجا باشه. 10 روز؟ یعنی اینقدر وضعش وخیمه؟ تا خوب خوب نشه مرخصش نمی کنن. پس یه سر بهش بزنم. خوبه؟ خیلی وقت بود اینطوری نباخته بودم. امروز حواست پرت بود. تو پرتش کردی. خیلی حیف شد. فکر کنم تو فکرت جای دیگه است. تو بازی هم توپا رو از دست میدادی چون همش حواست به ساعتت بود. برادر دوست پسرم تو بیمارستانه. میخوام برم اونجا. چی؟ دوست پسرت؟ آره، داداش گنه تو بیمارستانه. گنه دوست پسرته؟ نمیدونستم. در واقع نخواستیم تو دهنو بیفته، ولی تو که غریبه نیستی. حالا که شهری کم شدیم دیگه از خانواده محسوب میشی. الانم حواس من پرت شد. چرا؟ ازم میپرسی چرا؟ چون که ازت خوشم میاد. فکر میکردم که متوجه شدی. معذرت میخوام. این گونه دیگه از کجا در اومد؟ همیشه بوده. عجیبه. اونو دست کم نگیر. آدم موفقیه. در ضمن اتحاد شرکتمون هم پیشنهاد گونه بوده. من دیگه برم. نمیخوای دوش بگیری؟ نه، میرم خونه میگیرم. امروز خیلی چیزا عوض شده جان.
من نمیخوام دوستیمون به هم بخوره. تو خیلی برام ارزش داری. بانو جان، دوستیمون به هم نمیخوره. البته اگه بتونم این درد رو فراموش کنم. انشالله. مسخره نکن. خدافظ. ممنونم. خواهش میکنم. به همه سلام برسون. به بانو هم همینطور. از طرف منم ببوسش. با من اینطوری حرف نزن جمره. مدام داری منو به بانو ربط میدی. یه همچین چیزی نیست. بفهم. آره حتما تو راست میگی. دیشبم از این حرفای مزخرف زدی. میدونی چقدر اعصابم خورد شد؟ تو هم به من گفتی آدم فرصت طلبی هم وقتی کار این آژانس رو قبول کردم. معذرت میخوام. حرفات خیلی به هم برخورد. میدونستی؟ خب عزیز من حرفای تو هم به من برخورد. تمام شب داشتم حرفاتو مرور میکردم. به من میگی تو فقط میخوای مشهور شی. ولی من برای خودم دنبال یه راه چارم. مشکلم مشهور شدن نیست. دوست ندارم همه عمرم گارسون باشم و جلوی مردم دلاراز شم. اون وقت این چیز بدیه؟ البته که نیست. برای من همیشه زن گنه تکین اغلو شدن یه رویا بود. مامانم همیشه به هم میگفت رویاهای تو انقدر کوچیکن که اسمشون رویا نیست. راست میگفت. الان دیگه همچین رویایی ندارم. این حرفا رو نزن دیگه. پس چی بگم کنی؟ ها؟ چرا یهو گفتی از همدیگه جداشی؟ جمره دارم روزای سختی رو میگذرونم. نمیتونم بگم چه کابوسایی میبینم. خب بگو. پس چرا به من چیزی نمیگی؟ کابوس تو برای منم کابوسه. باید به منم بگی. چرا جواب ندادی؟ الان نمیخوام حرف بزنم. جمره. جمره. جمره یه لحظه صبر کن دیگه. کجا میری؟ روزای سختی رو میگذرونی چون عذاب وجدان میکشی. کابوست هم منم چون هر دومونو با هم دیگه داری. نه چنین چیزی نیست. بانو یا جمره؟ بانو یا جمره؟ البته که بانو. به بانو هیچ ربطی نداره. همش به خودم و زندگی مربوطه. باورم کن. باشه عزیزم. من مزاحمت نمیشم. با خیال راحت با بانو جونت صحبت کن. خداحافظ. الو عزیزم. ببخشید داشتم رانندگی میکردم نشد جواب بدم. چی شده؟ گفتی که مهمه. امروز زندگی توس میشه. خبر داری؟ این یعنی چی؟ امروز بین کاتمان اغلو و سینان ایر امضاهایی صورت میگیره. بانو چی میگی؟ بله تو پیشنهاد این کارو دادی. باورم نمیشه. خیلی خوشحال شدم. بهت افتخار میکنم. تو هم دیگه تو این کاری. بابا میخواد که تو این کار آزمایشی کار کنیم. واقعا؟ فکر کنم میخواد تو به عنوان مربی کارکنان کنارش باشی.
عالیه. میدونی این باعث پیشرفت کار خودمونم میشه. عالیه مگه نه؟ چی بهتر از این؟ آره خیلی هیجان زده شدم. خیلی. در حالی که بررسی ها برای دستگیری شخص یا اشخاصی که مسبب این آتش سوزی بودند انجام میگیرد، صاحب ملک آقای فرهاد نزیه در مقابل سوالات پلیس سکوت اختیار کرد. بله بابا چی شده؟ چیزی نشده بابا. خب فکر کردم که از اینجا که بیرون اومدم باهات بریم مغازه جدیدو بچینیم و شروع به کار کنیم. هم خونه هم مغازه رو خودم اسباب کشی میکنم. تو فکرش نکن. باشه بابا. تو مغازه بهت کمک میکنم. دست درد نکنه. دست تو درد نکنه. خب دیگه خداحافظ بابا. خداحافظ. Thank you.